و منش امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستند. آقای امیر، درگیری ها در شمال و جنوب اسرائیل همچنان ادامه داره و الان هم شاهد مخالفت گالانت با طرح پیشنهادی فرانسه برای آتش بس هستیم. ارزیابی شما چه هست؟ نه، آنچه که فرانسه پیشنهاد کرده این است که یک کمیته 3 نفره فرانسه، ایالات متحده و اسرائیل برای حل نزاع اسرائیل با حزب الله برپا بشه. البته فرانسه همانند بسیاری دیگر از کشورها در مورد غزه هم خواهان پایان بخشیدن به جنگ و حل مسئله ربوده شدگان هست. در مورد لبنان فرانسه و اسرائیل روابط دیرینه دارند، ولی در بسیاری از سالها با هم تنش هم داشتن، یعنی توافق 100% وجود نداره. و از نظر اسرائیل بهتر آن است که ایالات متحده تنها میانجی باشه، گرچه آقای هورشتاین نماینده ایالات متحده در تلاش هایی که رفت آمد هایی که به لبنان و اسرائیل داشته نتونسته حزب الله رو متقاعد کنه که دست از تعرض بر اسرائیل باز داره. و از سوی دیگر فرانسه به عنوان کشوری که سالیان دراز سرپرستی و قیمومت لبنان رو به دست داشت میگوید که ما نفوذ بسیار زیادی در اونجا داریم، ولی آگاهان سیاسی میگویند که این نفوذ در گذشته درست بوده، امروز دیگر فرانسه چندان نفوذی رو نداره. در مورد آنچه که روابط اسرائیل با حزب الله که بسیار تیر است و حملاتی که اسرائیل به ایترون و نقاط دیگر کرده در جنوب لبنان، حتی در بلبک و جاهای دیگه، نشان میده که اسرائیل مصممه که از طریق هلاک کردن سرکردگان یا مهره های اصلی حزب الله در جنوب لبنان بتونه به تجاوز و تعرض و عملیات ایذایی حزب الله پایان بده که نتونسته تا به حال. در واقع الان ما احساس میکنیم که هر روز نبرد و عملیات تهاجمی دوگانه بیش و بیشتر میشه در مرز اسرائیل و لبنان، و اسرائیل در اسرائیل فشارهای زیادی احساس میشه که باید به نحوی جنگ غزه رو به پایان رسوند یا لااقل متوقفش کرد به طور موقت و به مسئله لبنان پرداخت. در اینجا هم باز اختلاف نظر وجود داره. لبنان یعنی کی؟ دولت مرکزی لبنان و یا حزب الله لبنان؟ برخی از اسرائیلی ها میگویند که باید دولت مرکزی لبنان رو مسئول قرار داد و عملیات نظامی باید سراسر خاک لبنان رو فرا بگیره. در حال مسئله بسیار خطرناکه. حکومت اسلامی ایران هم ترجیح میده که این بحران همچنان ادامه پیدا کنه و حتی شدیدتر بشه، زیرا در سایه این بحران و فتنه‌گری حکومت ایران میتونه به برنامه‌های اتمی خودش همچنان ادامه بده و از سوی دیگر فرصتی است که بتونه جنگ افزارهایی رو که تولید کرده و به ویژه موشک‌ها رو در یک صحنه جنگی واقعی مورد آزمایش قرار بده. ممنون از شما آقای امیر. از میخوام وقتمون تموم هست. منشأ امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما بودید.